دوستان سلام، امیدوارم خوب باشین. مهدی هستم. من یادم میاد حدوداً 15 سال پیش که اومدم امریکا، یکی از اولین کارهایی که کردم این بود که رفتم گواهینامه رانندگیمو گرفتم. توی امریکا اوضاع حمل و نقل عمومیش واقعا خوب نیست. این یه حقیقتی راجع به امریکا، نه تنها خوب نیست، واقعا افتضاح هستش. مثلا به اندازه کافی اتوبوس ندارن، اتوبوسا کثیفن، خیلی دیر به دیر میان، مثلا تو شب امنیت بالایی ندارن. شهرهایی هم که مثلا نیویورک یا لس آنجلس مترو دارن، متروهاشون هم وضعیتشون زیاد جالب نیستش، مترو ترتمیز نیستش، امنیت زیاد بالایی هم ندارن. امریکا کشوریه که همه چی از هم دور هستش، اینجوری ساخته شده. یعنی شما مثلا اگه بخواید برین خرید کنین برای خونه، باید سوار ماشینتون بشین 3-4 مایل رانندگی کنین برسین به یه مرکز خریدی، خریدتون رو بکنه برگردین. حالا فکر کن شما بخواید این کارو با اتوبوس انجام بدین، اصلا فکر کردنش هم واقعا نمی گنجه. یا مثلا با اتوبوس بخواید برین سر کار، یه مسیری که مثلا با ماشین خودتون 10 دقیقه طول میکشه، با اتوبوس 40 دقیقه 1 ساعت طول میکشه. یه جوری واقعا زندگی کردن تو امریکا بدون ماشین سخته. امریکا مجبور میکنه شما رو که ماشین خودتون رو داشته باشین. من توی این ویدیو بهتون نشون میدم قدم به قدم روی اینترنت که چجوری میتونین اقدام کنین برای گرفتن گواهینامه رانندگیتون توی ایالت کالیفرنیا، چه مدارکی لازم دارین و چه مراحلی رو باید طی کنین. بریم روی کامپیوتر بهتون نشون بدم. خب دوستان، شما اولین کاری که باید بکنین این هستش که توی وبسایت گوگل تایپ کنین DMV و بعد زیپ کد محل زندگی خودتون رو بزنین. من زیپ کدم هستش 924. اینجا بهتون نزدیکترین دفتر آفیس DMV به محل زندگیتون رو می نشون میده که شما روی اون گزینه میزنید. توی وبسایت DMV شما روی گزینه Driver's License and ID Card میزنین و بعد روی گزینه Driver's License میزنین. اینجا توی این صفحه بهتون راجع به گواهینامه مختلف توضیح میده. شما برای رانندگی کردن با ماشین معمولی خودتون توی شهر گواهینامه کلاس C رو لازم داریم. یک کم که بیام پایین تر دو تا گزینه بهتون میده. گزینه اول میگه که درخواست برای گواهینامه اگر شما زیر 18 سال هستید. گزینه دوم میگه اگر شما بالای 18 سال هستید. حالا ما فرض رو بر این میگیریم که شما بالای 18 سال هستین و توی ایران هم رانندگی کردین، حالا مهاجرت کردین اومدین امریکا و میخواین اینجا گواهینامه‌تون رو بگیرید. روی گزینه دوم بزنین. بعدش بهتون چند تا موقعیت میده. موقعیت اول میگه که شما قبلا هیچ گواهینامه ای نداشتین. موقعیت دوم میگه که شما گواهینامه داشتین ولی از یه ایالت دیگه تو امریکا صادر شده. گزینه سوم میگه که شما گواهینامه داشتین ولی از یه کشور دیگه صادر شده. پس این شامل حال شما میشه. حالا ببینیم اینجا چی میگه. میگه که شما اگر گواهینامه ای داشتین که از یه کشور دیگه صادر شده، مراحل درخواست برای اون گواهینامه مثل مراحل درخواست برای این موقعیت هستش که شما گواهینامه داشتین ولی از یه ایالت دیگه صادر شده. شما همون مراحل رو باید دنبال کنین. یعنی موقعیت دو، شما باید تمام مراحل توی موقعیت دو رو دنبال کنین و بعد برگردین بیاین توی موقعیت سه. حالا ببینین تو موقعیت دو چه مراحلی رو ما باید دنبال کنیم. مرحله اول میگه که شما باید درخواست برای گواهینامه رو، فرم درخواست رو تکمیل کنین. شما روی این لینک که بزنین توی این صفحه، شما سمت چپ میزنین Start Application و اپلیکیشن خودتون رو شروع میکنین. شما باید یه اکانت، یه حساب روی وبسایت DMV درست کنین که خیلی راحت اسم و فامیل و مشخصاتتون رو میپرسن و اکانتتون رو درست میکنن و شما روی این وبسایت میتونین اپلیکیشنتون رو پر کنین. اپلیکیشن رو که پر کردین، میریم تو مرحله دوم. اینجا میگه که شما باید برین به دفتر DMV. حالا دفتر DMV که میرین، شما باید چند تا مدرک با خودتون ببرین. مدرک اول، شما باید سوشال سیکیوریتی نامبرتون رو با خودتون داشته باشین که اونجا ازتون پرسیدن بتونین بهشون بدین. مدرک بعدی که لازم هستش، شما باید یه کارت شناسایی با خودتون ببرین. حالا میتونه پاسپورتتون باشه، میتونه مثلا ID کارتتون باشه، میتونه گرین کارتتون باشه، هر کدومشه که دارین. مدرک بعدی که شما لازم هست با خودتون ببرین، شما باید یه مدرکی نشون بدین که ساکن کالیفرنیا هستین. حالا ببینیم چه مدرکی شما با خودتون میتونین ببرین که این رو ثابت کنین. روی این گزینه بزنین.
اینجا تمام مدارک قابل قبول رو براتون توضیح داده. مثلا شما میتونین قرارداد اجاره خونتون رو ببرین اونجا، یا شما مثلا اگر خونه خریدین میتونین سند خونه رو ببرین، اگر خونه خریدین دارین وام میدین میتونین قبض وامتون رو ببرین، یا مثلا میتونین چکی که از کارفرماتون رو میگیرین ببرین. هر کدوم از این گزینه ها رو، هر کدوم از این آپشن ها رو با خودتون ببرین، اونا ازتون قبول میکنن. برمیگردیم به صفحه اصلی. مرحله بعدی این است که هستش که شما باید هزینه اپلیکیشنتون رو پرداخت کنید. ببینیم هزینه اپلیکیشن چقدر هستش. هزینه اپلیکیشن برای کلاس C 41 دلار هستش که اینو شما وقتی میرین اداره DMV همونجا با کردیت کارتتون ازتون میتونن بگیرن. بعد از اینکه شما همه این کار رو انجام دادین، از شما اثر انگشت میگیرن. اثر انگشت شستتون رو فقط سکن میکنن که پرینتش رو داشته باشن. بعد از اون تو همون اداره DMV شما رو میفرستن برای امتحان بینایی. همونجا مثل اینکه میرین دکتر چشم پزشکی، یه چشتون رو میبندین، روی علامت هایی که روی دیوار هستش میگین بالا پایین چپ راست و خیلی راحته و امتحان رو پاس میکنین. بعد از اون از شما عکس میگیرن و این عکس میره روی گواهینامه شما. در مرحله آخر شما باید امتحان آیین‌نامه رو بدین و امتحان رو پاس کنین. روی این لینک شما وقتی که بزنین، یکم که بیاین پایین تر میبینین اینجا یه فایل PDF هستش. توی این فایل PDF تمام مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی امریکا یا کالیفرنیا رو براتون توضیح دادن. شما اینو پرینت میکنین، قبل از اینکه برین امتحان میتونین بخونین و اینا رو یاد بگیرین. حتی اینجا نمونه سوالای امتحان هم هستش که شما میتونین این نمونه سوالا رو بخونین و یاد بگیرین که دقیقاً همون سوالی هستش که توی امتحان میاد و بعدش میتونین امتحانتون رو بدین و پاس کنین. امتحان آیین‌نامه رو که شما پاس کردین، میایین توی موقعیت سوم و مرحله آخری که شما باید انجام بدین این هستش که شما باید وقت بگیرین برای امتحان اصلی عملی رانندگی. شما روی اون گزینه که بزنین، روی صفحه بعدی روی اتومبیل که کلیک کنین، مشخصاتتون رو میذارین، بعد روی گزینه Make an appointment که بزنین، براتون یه سری لیست تاریخ و ساعتهایی رو که شما میتونین انتخاب کنین برین امتحانتون رو بدین رو بهتون نشون میدن و هر کدوم از اون تاریخ یا ساعتها که برای شما مناسب باشه شما میتونین اون رو انتخاب کنین، اون روز اون ساعت برین امتحان عملی رانندگیتون رو بدین. وقتی که امتحان رو قبول شدین، گواهینامه رو براتون صادر میکنن. خب دوستان، این بود از ویدئوی امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. امیدوارم تونسته باشم یکم بهتون اطلاعات مفید بدم توی این ویدیو. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین. اگر سوالی داشتین حتما برام کامنت بذارین، جواب سوالاتتون رو میدم. لطفاً سابسکرایب کنین، ویدیوهای جدیدی که میذارم مطلع بشین و بتونین اون ویدیوها رو هم ببینین. سعی میکنم در کنار ویدیوهای مسافرتم از اینو ویدیوهای آموزشی هم براتون بیشتر بذارم. مرسی که با من بودین، تا ویدیو بعدی.